خدا سلام به همه، سلام به همه. وضعیت صدا و تصویر من چطوره؟ آیا صدا و تصویر من اوکی هست بچه ها؟ سال نهم تو ترم جدید، ترم دوم در واقع ما درس چهارم رو شروع کردیم و واژگان درس چهارم رو رفتیم، هم واژگانی که توی خود درس هست هم واژگانی که انتهای کتاب هست. امروز میخوام وقتمون رو بذاریم برای گرامر درس چهارم و حالا هر چیزی غیر از گرامر که فرصت بشه رو بگیم. من نگاهی بندازم ببینم کیا حاضرن توی کلاس. بریم سراغ گرامر درس چهارم. گرامر درس چهارم که گرامر خیلی مهمی هم هست، یعنی شما اگه بهش نگاه کنی شاید یکم آشفته به نظر برسه، یعنی پیش خودت فکر کنی که حالا میخواد در مورد چی صحبت کنه این گرامره، ولی گرامر خیلی مهمی هست. یعنی یه جورایی درس چهارم سال نهم اومده گرامر چند تا جای مختلف رو با هم دیگه تاکید کرده، یه گرامر ساخته. خب من اینو میذارم بر مبنای این که میخواسته شیوه ساختن سوالات اطلاعاتی رو آموزش بده و ناچار شده که بیا چند تا گرامر متفاوت رو با هم دیگه ترکیب کنه و به همین خاطر که یک کم آشفته به نظر میاد. صفحه 69 کتابتون اگه باز کنید گرامر درس چهارم رو میبینید. خواهید دید که در مورد سوالات اطلاعاتی قبلا هم گفتم یه مرور میکنم تا میرسیم به اینجایی که میخوام تدریس کنم. ببینید بچه ها توی زبان انگلیسی جملات حالات دارن، یعنی حالتهای مختلف دارن. مثلا جمله مثبت داریم، جمله منفی داریم، جمله سوالی داریم، یه حالت خاصی هم داریم جمله سوالی منفی، negative question، همون چیزی که تقریبا ما تو فارسی بهش میگیم استفهام انکاری. البته اخیرا تو زبان فارسی دارن استفهام انکاری رو یه کمی متفاوت در نظر گرفتن، ولی ما همون به زبان ساده بگیم سوال منفی شاید خیلی قابل فهمتر باشه. Do you have any brother؟ خب این چه سوالی میشه علیرضا؟ مثلا Do you have any brother؟ این یک سوال چیز هست. نه نه آره این سوال معمولیه، این سوال معمولیه، خواستش این سوال منفی نیست. سوال منفی اینه که این دو رو بگید don't. Don't you have any brother؟ تو برادر نداری؟ مثل تعارف اسپانیا هست و میگن که نمیفرمایید داخل، بفرمایید داخل رو کردن نمیفرمایید داخل، این هم سوالیه هم منفیه. خب به این سبکه هم میگن نگتیو کوشن، حالا کاری بهش نداریم، فقط خواستم بهتون بگم که حالتهای مختلف در جمله هست. خب یکی از حالتهای جمله که اتفاقا تو گرامر امروز میخواد بهش بپردازه حالت سوالی.
حالت سوالی تو زبان انگلیسی بچه ها دو حالت داره، یعنی میشه گفت خودش دو شاخه میشه. یکی سوال بله و خیر، یکی سوال اطلاعاتی yes or no question و information question. حالا این information question تو بعضی از کتاب های زبان اگه دیدید نوشتن WH word question، این هم همونه، یعنی قاطی نکنید، یه چیز جدیدی نیست. WH word question یه سوالاتی که با WH word ها شروع میشن. WH word ها هم بهتون میگم چی هستن، کلمات پرسشی که با WH شروع میشن، مثل what، مثل where، مثل who، مثل when، مثل why. خب اینها سوالات، اینا کلمات پرسشی هستن که با WH شروع میشن. خب حالا توی صفحه 69 کتاب زبان نهم، یعنی توی گرامر درس نهم، درس چهارم سال نهم، خواسته سوالات اطلاعاتی رو به شما یاد بده. چجوری ما سوال اطلاعاتی بسازیم؟ من فکر میکنم که پارسالم گفتم، امسالم حتی شاید یه اشاره بهش کرده باشم. اینجا دیگه به صورت کامل میگمش و تو رو خدا حواستون رو جمع کنید که یک بار دیگه به صورت کامل یادش بگیرید. بچه این سبکی که الان میخوام بهتون بگم، این تو کلاس های زبان هم که برید همینه ها، یعنی تا سطح پیشرفته، تا هر سطحی برید این الگوریتم که امروز بهتون میگم این جواب میده. هر سطحی برید تا دکترای زبان هم بگیرید این باز جواب میده. اصلا یه الگوریتم کاملا میشه گفت که بدون نقص هستش که همیشه جواب میده. حالا بهتون میگم یه استثنایی داره، یکی از کلمات پرسشی تو بین این کلمات پرسشی با بقیه فرق میکنه که اونم بهتون میگم. خب بریم سراغ ساختن سوالات اطلاعاتی. اولا که سوالات اطلاعاتی رو به انگلیسی میگن information question، یعنی اگه من بخوام بنویسمش information question، براتون تایپش کردم information question. گفتم تو بعضی از کتاب ها اینو WH word question هم میگن، یعنی اینجوری هم نوشته میشه، نگاش کنید WH word question، ببینید WH word question، بین WH و word هم یه هایفن میذارن، هایفن به اون خط فاصله ای که بالای خط قرار میگیره گفته میشه. خب این information question ها، بله این information question ها با کلمات پرسشی اصلی شروع میشن. کلمات پرسشی اصلی حالا توی علم مدیریت میگن چیستی، چرایی، چگونگی، چه مکانی، چه زمانی، چه کسی، این ششتا. منم با همون سبک میرم، چیستی، what، چیستی، چرایی، why، چگونگی، how، چه مکانی، where، چه زمانی، when، چه کسی، who. نمیدونم همش نوشتم، فرستادمش. what میشه چه یا چه چیز، یکی از کلمات پرسشی خیلی خیلی پرکار بود. why میشه چرا، why میشه چرا. how، بچه how یکم مسئله ناجوره، استثنای how نیست، استثنای how نیست، در مورد استثنای صحبت میکنم، ولی how اگه دقت کنید با h شروع میشه، نه با wh شروع میشه، بقیه با wh شروع میشن ولی how با h شروع میشه. how میشه چطور یا چگونه، where میشه کجا یا چه مکان، when میشه کی یا چه زمان، و who میشه چه کسی. استثنای whoه که بهتون میگم چرا استثنای و چرا چه اتفاقی براش میفته. خب بچه این شش تا کلمات پرسشی اصلی هستن. کلمات پرسشی دیگه ای هم هستن، مثلا شما which هم شنیدی، which میلاد نمیسمش، چرا این کپیتال نمیسمش، which داشتیم، یا مثلا دیگه whose یا مثلا whom، این سه تا هم در نظر داشته باشید، which، whose و whom. این سه تا هم سه کلمه پرسشی هستن که به اندازه اون شش تا قبلی کاربرد ندارن، اما اینا هم جز کلمات پرسشی حساب میشن، خیلی کم کاربرد دارن. which به معنای کدام، whose به معنای مال چه کسی، و whom برای پرسیدن از مفعول جمله است، به معنای چه کسیه، اما چه کسی مفعولی، یعنی چه کسی را، یکی تو این مایه ها ترجمهش میشه. پس این هم سه تا کلمه پرسی دیگه غیر از اون شش تایی که بالا براتون فرستادم، اینا هم هستن. حالا واسه یه نکته هم بهتون بگم، از همون شش تای اولی هم یه سری کلمات پرسی دیگه خلق میشن، مثلا با what کلمات پرسی دیگه ای هم ساخته میشه، مثل what color یا مثلا what size و خیلی کلمات پرسشی دیگه یا که شما میتونید داشته باشید. براتون فرستادم.
یا مثلا با کلمه پرسش که هاو چی شد؟ خیلی این لحظه صفحه من رفت. خیلی خوب. بله بله، مثل اون مثالی که علیرضا فضایی هم زده گفته What day? What day is it today? امروز چه روزیه؟ What day is it today? خب با how هم مثلا هست How many یا مثلا How much یا مثلا How GHD, How high یعنی چه میزان ارتفاع. این هم داشته باشید. How many چه تعداد، How much چه مقدار، How high چه به چه میزان ارتفاع و کلی از این کلماتی که میتونه از راست ساخته بشه. پس از اون شش کلمه پرسش اصلی کلمات پرسشی دیگه هم ایجاد میشن. اینا رو فعلا بدونید که کلمات پرسشی ما اینا هستن. خب حالا میریم سراغ ساختن جمله پرسشی با این کلمات. چطوری ما با این کلمات بیاییم سوال بسازیم، پرسش اطلاعاتی بسازیم؟ خب بچه یه الگوریتم سه مرحله ای داره، سه تا مرحله داره، با هم دیگه بررسیش میکنیم. مرحله اول بچه ها فکر کنم قبلا گفتم، نمیدونم حالا شاید سه از بچه ها یادشون باشه. مرحله اول بچه ها اینه که شما بیایید سوال بله و خیر بسازید. هر جمله‌ای بهت دادن خاصی ازش سوال اطلاعاتی بسازی، اول ازش سوال بله و خیر بساز. به همین خاطر مبنای سوال اطلاعاتی سوال بله و خیره. این جمله رو داشته باشید، مبنای سوال اطلاعاتی سوال بله و خیره از لحاظ حالا گرامری ساختاری. خب پس اول سوال بله و خیر می‌سازی، این قدم اول. قدم دوم کلمه پرسشی مورد نظرتو می‌ذاری اول جملت. کلمه پرسشی مورد نظرتو می‌ذاری اول جملت. خب این هم قدم دوم، به همین سادگی، هیچ چیز دیگه نمیخواد انجام. قدم سوم، حالا من مثال میذارم با مثال بهتر مشخص بشه. قدم سوم وقتی که به جمله نگاه میکنی میبینی جمله منطق نداره، یعنی از لحاظ منطقی جمله درست از آب در نمیاد، چون یه سری پرسیدی جواب همون سوالم تو جمله هست. مثل اینکه مثلا من به شما میگم که شما کجا میری به مدرسه؟ کجا میری به مدرسه؟ خب خود مدرسه که مکان مشخصه، کجا هم که داره از مدرسه میپرسه، پس چی شد؟ این منطق نداره، یعنی میبینی که از لحاظ منطقی درست از آب در نمیاد، چون هم کجا وجود داره هم مدرسه که اون مکانی که تو داری میری. پس این مرحله سوم به این خاطر طراحی شده که بیاد این بی منطق بودن جمله رو درست کنه. چیکار میکنه؟ میاد میگه آنچه که کلمه پرسشی میپرسد را از جمله حذف کن. اون چیزی که کلمه پرسی داره میپرسه از جمله حذفش کن. بذارید مثال بزنم، همون مثال خیلی خیلی تابلو، مثلا I go to school خیلی خیلی ساده. I go to school بذارید کم طولانی ترش کنیم. At 7 o'clock by bus. خب اچه این جمله رو دقت کنید. I go to school مثلا، حالا ایرزا هم یه مثالی دیگه زد. I go to school with my dad. I go to school at 7 o'clock by bus. من ساعت 7 با اتوبوس میرم به مدرسه. خب اینا داشته باشی. من مثلا میخوام از این جمله یه سوال بسازم با where. بهم گفتن با where، با کلمه پرسی where بیا سوال بساز از این جمله. خب گفتم سه قدم هست. قدم اول بیا سوال بله و خیر بساز. بچه‌ها این جمله I go to school at 7 o'clock by bus، اول بهم بگی که این چه زمانیه، این چه زمانیه. آها علیرضا میگه حالا ساده است، ببینم بقیه بچه نظرشون چیه. حالا ساده دیگه. حالا ساده علیرضا داشت نظرم میگه حالا ساده دیگه.
خب بقیه بچه هم فرانسیسی بگن. خب من یکی دو نفر آقانه یعنی چی؟ یعنی زمانش آقانه هست؟ ساده نیست؟ پس چیه؟ چرا نیست؟ کامل نمیشه دیگه. نظر بقیه که دو کلاس هستن، علیرضا خضری، امیرضا کرمی، سرور، ابوالفضل حسینپور، خیلی من نظرتون رو گرفتم. حالا دو سه نفر بیشتر اظهار نظر نمی کنن. یکی علیرضا خضاییه، یکی مهدی پیراسته و یکی هم تا قاسمی. با تشنه دلم یه همزوی یه چیزی گفت. خب من بگم، حالا یه تو پرانتزی بگم بچه ها، اصلا کلا سبک نمره دادن من تو ترم دوم متفاوت ها، اینو بدونید که کاملا متفاوته. خب در مورد این جمله بهتون میگم بچه، I go to school at 7 by bus، جمله حال ساده است. تمام ویژگی جمله حال ساده رو داره. فعل اصلی من که go هست در حالت ساده هستش، یعنی نه گذشته رفته نه آینده هستش، نه هیچ حالت کاملی به خودش گرفته، حال ساده هستش. بعد I go to school at 7 by bus یک کاریه که روتینه، روزمره است، همیشه یه انجام میشه، مشخصه که حال ساده است. یعنی حتی اگر شما از طریق خود ساختار از تشخیص ندید، از طریق معنان روی تشخیصش بدید. خب پس I go to school at 7 o'clock by bus این یک جمله حال ساده است. خب گفتم قدم اول اینه که بیای سوال بله و خیر ازش بسازی. بیا از این جمله سوال بله و خیر بساز. I go to school at 7 o'clock by bus رو اگه بخوای سوالیش کنی چطوری میشه؟ گفتم برای سوالی کردن حال ساده اینو هم سوال هشتم گفتیم هم سوال نهم، میشه Do you go to school at 7 o'clock by bus؟ سوال اینجوری میشه. خب Do you go to school at 7 o'clock by bus؟ کامل به این شکل هست. حالا به جای یو میتونه آی هم باشه، ای بی نه، ولی یو شکل بهتری هسته، چون که وقتی یک نفر دیگه از شما اینو میپرسه به شما میگه تو، میگه من دیگه. خب Do you go to school at 7 o'clock by bus؟ این تنید دیگه. خب حالا قدم اول رو برداشتم، قدم دوم که کلمه پرسی مورد نظر رو بذارم اولش، یعنی این where رو، این where رو بذارم اول جمله. where همون جمله قبلی رو دوباره بزن. Where do you go to school
خب ببخشید بابت قطعی که در خیلی کلاس پیش اومد. تا کجا رسیدیم؟ آها، داشتیم با کلمه پرسی where سوال می‌ساختیم. لطفا ساعت کلاس رو تغییر بدید. دست من نیست آقای خدری، دست من نیست که تغییر بدم. با معاونت آقای، حالا با آقای گورینینا، با آقای کمالینا صحبت کنید به ساعت کلاس رو براتون تغییر بدید. دست من نیست. خب داشتم چی میگفتم؟ آها، گفتم که کلمه پرسشی ور رو بذارید اول جمله و باز همون جمله پرسشی رو می‌نویسید. یعنی همون do you go to school at 7 o'clock by bus or by where می‌نویسید. Where do you go to school at 7 نمی‌دونم برای اینو نوشتم بالاتر یا نه 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 خوب at 7 o'clock by باز یه داشته باشید و الان دقت کنید where do you go to school at 7 o'clock by bus. این از لحاظ منطقی منطق نداره. چرا؟ چون گفتم کجا تو میری به مدرسه در ساعت اول اتوبوس، یعنی هم سوال هم جواب دوتاش با هم دیگه تو یک جمله است. به همین خاطر چیزی که علی تو خدای الان میگه باید اتفاق بیفته، یعنی باید شما اون چیزی که کلمه پرسی داره ازش میپرسه رو از جمله حذف کنه. کلمه پرسی من where هستش. where داره از مکان میپرسه، از کجایی میپرسه. شما باید توی این جمله مکان رو پیدا کنی و مکان رو از جمله حذف کنی. مکان توی این جمله school هستش، مدرسه. پس school رو حذف میکنی. بچه ها به نسبت حذف school اون حرف اضافی قبل school یعنی تو هم حذف میشه، میشه تو school. پس سوال من به این شکل در میاد where do you go at 7 o'clock by bus. Where do you go at 7 o'clock by bus؟ یعنی شما ساعت 7 با اتوبوس کجا میری؟ الان میبینی که از لحاظ منطقی درست از آب در میاد. خب حالا شما اینو داشته باش، همین جمله رو میشه با مثلا، یعنی همین جمله رو میشه با how هم سوالی کرد، میشه با when هم سوالی کرد. خب الان سوال چیه؟ خواهیتون در ساعت اسکول استفاده میشه. بله پرسیدم تو هم هست میشه؟ آره تو هم هست میشه. خب من اگه بخوام با how سوالی کنم یا با when سوالی کنم، بذار از یه کسی بپرسم. بچه من میخوام با how سوالیش کنم. how میشه چگونه، چطور؟ لطفا نگید تا ببینم یه نفر بیارم بالا. یه لحظه. خب امیر محمد سرور رو یه لحظه بیارم. بچه لطفا کسی کامنت نکنه ها، تا کسی کامنت نکنه تا یکی بیارم بالا ببینم برکت به چه کس. امیر محمد سرور، سرور کوش، سرور. خب امیر محمد سرور بهت میکروفون دادم الان وصلی. کجا رفت؟ الان میکروفون بسته. خب آقای سرور میکروفون بسته، توی صحبت کنیم. چی شد؟ کلن محو شد. الان هستش و میکروفونت هم الان وصله.
های محمد سرور میکروفونت وصله. نمیخواد چیزی بگی؟ سرور کجایی؟ خب بریم سراغ یکی دیگه. خدری، علیرضا خدری. خب علیرضا خدری الان میکروفونت وصله. سلام آقا. سلام، خوبی؟ ممنون، شما خوبی؟ ممنونم، مرسی. علیرضا اینو برام سوالی میکنیم با هوا، نمیدونم چرا، ولی فکر کنم رو اسپیکر چیز صدای من رو اسپیکره که اینجا داره اکو میشه. خب علیرضا من صحبت نمی کنم، لطفا این جمله رو با هاو برام سوالی کن و سه تا مرحله شم بهم بگو چی کار میکنی. همون جمله قبلی که داشتم، همون جمله که نوشتم داشتم روش کار میکردم. I go to school at 7 o'clock by bus. I go to school با کلمه پرسشی هاو دیگه. بله. اول میان سوالیش میکنیم. اولش سوالیش میکنیم که میشه Do you go to a school؟ میتونیش دیگه Do you go to a school at 7 o'clock؟ Do you go to a school at 7 o'clock؟ خب بعد کلمه how do you learn? How do you go to a school 7 o'clock by bus? How? بله خیلی داره، ممنونم، مرسی. How do you go to school at 7 o'clock؟ بچه شیوهی که گفته شد دقیقا همون شیوهی که میخواستیم پیش بریم، یعنی قدم اولی بود که سوال بله و خیلی بسازی، قدم دومی بود که کلمه پرسی رو داری اول سوالت، و قدم سوم این که اون چی کلمه پرسی داری پرسه رو از جمله هست که نیست قدم برداشته. خب مرسی از شما علیرضا. برم سراغ یکی دیگه. خب بذار خضایی رو بیارم. علیرضا خضایی، علیرضا نیستی که سراغ پیلیس نیستی علیرضا خضایی. سلام. Hello teacher. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Okay, Alirza, I want you to tell me what is the question form for this sentence with the WH word question when. W-H-E-N, when. When means چه وقت، چه زمان. Okay, please make a question with when. آره همین جمله که گفتم رو با when این دفعه سوالی کن. همین جمله که داشتیم خودم روی سوال ساختم، علیرضا خدری سوال با how ساخت، شما لطفا با when بسازش. اول سوال بزنید رو اول دیگه قرار بود مثل به سوالی مون که باشه تو به سوالی قرار بود. آها I'm going to do it.
خیلی عالی، خیلی عالی. حالا علیرضا این مسیری که رفتی کاملا درست بود، ولی یه کوچولو مثلا چیز بود از اون چیزی که گفتم، میشه گفت که جزئیاتش بیشتر بود. یعنی من مسیری گفتم خیلی ساده بود، شما اول سوال بله و خیر میساختی، همون جمله که گذاشته بودم دو یو گو تو اسکول ات 7 o'clock بای باس، این سواله. بعد اینو اولش میذاشتی when do you go to school at 7 o'clock by bus، بعد میگفتی when میشه چه وقت چه زمان، کی داره از زمانی پرسه، پس من میام تو جمله زمان رو حذف کنم، at 7 o'clock زمان من رو که از جمله حذفش میکردم، پس میشه when do you go to school by bus، یعنی تو کی میری به مدرسه با اتوبوس، تو چه زمانی میری به مدرسه با اتوبوس. پس اینم میشه تو همین سادگی ازش جمله رو ساخت. خب خیلی عالی، مرسی، مرسی علیرضا. یول بود باید. خب این تا اینجای کار بچه صفحه 69 رو اگه باز کنید و بیایدش با گرامر پرسی what و where اومده یه سری جمله ساخته، یه سری سوال ساخته تو دو تا جدول متفاوت. جدول پایینی علاوه بر what و where و when و why و how رو هم داره. بچه ببینید این که شما با کلمه پرسی چطور سوال میسازید کاملا تا قاسمی میدونم اینجا هستی، فقط حالا چون که این جمله دیگه چیزش تمام شد، حالا سوال بعدی حتما شما رو میارم بالا. این که شما جمله سوالیت رو چطور بسازی بستگی داره به این که شما حتما نوع جمله رو تشخیص بدی و علای سوال بله و خیر رو ساخته باشی. یعنی مثلا فرض کن من میگم که this is a mouse، این یک mouse کامپیوتر، this is a mouse، اگه بخوام بگم که این چیه قبلش باید ببینم که this is a mouse یک جمله حال افعال توبیه، چون یه فاعل داره this، یه فعل توبی داره در زمان حال is، حالا با قیده جمله که برای مهم نیست، تمام یک حال افعال توبیه. حال افعال توبیه چجوری من بله و خیر سوال میساختم؟ گفتم is this، یعنی جای فعل و فاعل رو عوض میکردم، is this a mouse، آیا این یک موس کامپیوتره، is this a mouse. خب حالا وقتی که این قدم رو برداشتم دیگه کارم راحته، گفتم که قدم اول اینه که شما سوال بله و خیر بسازی، وقتی سوال بله و خیر تو ساختی دیگه کارت راحته، کلمه پرسی بذار اولش و بقیه کار رو انجام بده. بچه دشوارترین مرحله تو این الگوریتمی که گفتم همون مرحله اولشه که شما سوال بله و خیر باید بسازید. خب وقتی گفتم is this a mouse کافیه که بگم what is this a mouse، این چیه یک موس، سوال منطق نداره دیگه، ولی خب درست تا اینجا درست پیش اومدیم، what is this a mouse، این چیه یک موس. میایم چه کار میکنیم، من قدم سوم میگه که بیا منطق ایجاد کن، یعنی بیا اون چه که کلمه پرسی داره ازش پرسه رو حذف کن، what داره از چیزی پرسه، a mouse خودش اون کیستی است، بس a mouse رو حذف کن، میشه what is this، what is this. اگر شما تو جدول بالای صفحه 69 دقت کنید یه چیز شبیه اینو ما داریم، what is that، what are those، what is that یعنی اون چیه، what are those یعنی اونا چی هستن، یا با where اومده سوال ساخته، where is that، اون کجاست، where are those، اونا کجا هستن. خب به همین سادگی. پس قدم اوله سخت این قدم میشه. بعد تو جدول پایینی هم همین اتفاق افتاده، اما برای زمان حال ساده، چون با دو و داز اومده سوالی کرده، گفته اگه جمله شما حال ساده باشه شما بله و خیرت با دو و داز میسازی، وقتی که با دو و داز بله و خیر رو ساختی اونا خلای پرسی اولش قرار میدی و همون کاری که گفتم رو انجام میدی. مثلا فرض کن you go to movie theater with your friend every night، تو با دوستت هر شب به سینما می. خب اینو اگه بخوای مثلا سوالی کنی با فرض کن when، کافیه که اول سوال بله و خیرشو بسازی، do you go to movie theater with your friend every night، این سوال بله و خیرشو. وقتی که بله و خیر رو ساختی اون وقت کلمه پرسشی که حالا من بهت دادم when باشه، where باشه، why باشه، how باشه، مهم نیست، هر کدومشو بهت گفتم اینو میذاری اولش و بعد اون چیزی که داره میپرسه رو حذف میکنی. مثلا اگه when گذاشتی داره از زمانی پرسه، از زمان رو حذف میکنی، when do you go to movie theater with your friend، یعنی تو
کی میری با دوستت به سینما؟ Every night جوابش بود که حسبش کردم. یا با where do you go with your friend every night؟ یعنی تو هر شب با دوستت کجا میری؟ اون to the cinema, to the movie theater بود که حذف شد. خب پس این هم داشته باشید. حالا وسط تا جدول بچه ها یه جمله نوشته با who. داستان who یکم متفاوته. گفتم who تو اینها استثناست. بچه ها در مورد who بگم همین الان. who میشه چه کسی؟ خب ساختار سوالی که با who ساخته میشه با ساختار سوالاتی که با بقیه کلمات پرسشی ساخته میشه متفاوته. کلمات پرسشی دیگه مثل what و why و when و where و how اینا با همون الگوریتم سه مرحله‌ای که من گفتم ساخته میشن، ولی هو متفاوته. بچه ها اگر هو دو حالت داره، اگر هو داره از فاعل میپرسه شما کافیه که فاعل رو حذف کنی هو رو به جاش بذاری. تمام، تکرار میکنم، اگر هو داره از فاعل میپرسه، میخواد از فاعل میپرسه، شما کافیه که فاعل رو برداری هو رو به جاش بذاری. مثلا میگم که علی plays soccer. علی فوتبال بازی میکنه. خب اگه بخوام بگم چه کسی فوتبال بازی میکنه، تو این جمله علی plays soccer فاعل کدومه؟ علیه، درسته؟ و هو هم میخواد از فاعل پرسه دیگه. علی رو حذف کن به جاش هو بذار، میشه هو plays soccer. نکته خیلی 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 مهم، وقتی که شما فاعل رو حذف میکنی هیچ اتفاقی تو جمله نمیفته ها، یعنی هو تنها کلمه پرسشیه که شما توی جمله میبینیدش، اسم شخص هم میبینید. توی کلمات پرسشیه دیگه اسم شخص دیده نمیشه، اما هو تنها کلمه پرسشیه که شما تو جمله میبینید، اسم شخص و مفرد هم تو جمله میبینید، کنار هم دیگه میتونن بیان. پس حواستون باشه هو plays soccer، چه کسی فوتبال بازی میکنه. خب یا مثلا they build a new house by our house. اونا دارن یه خونه جدید نزدیک خونه ما یا کنار خونه ما میسازن. They build a new house by our house. بچه by به معنی کنار هم هست، همون by. خب شما این داشته باش، وقتی که بخوای بگی چه کسی خونه جدید میسازه، فاعلش they بود دیگه، they رو هست میکنی هو رو میذاری. Who build a new house by your house؟ چه کسی خونه جدید میسازه نزدیک خونه شما؟ این جمله بود که من گفتم They build a new house by our house. خب من اگه بخوام با هو با این کلمه پرسشی سوالش کنم، یه لحظه بتونم تایپش کنم، با هو هم سوالش کنم به این شکل میشه دی که فاعل جمله است، این دی رو بردارم هو رو به جاش بذارم، میشه هو build a new house by our house question mark. Who build a new house by our house؟ اگه املاش اشتباه نمیشه باشه که درسته در بود به همین ساده. یه جمله دیگه مثلا فرض کن میتونم بگم که خب این جمله رو براتون تایپ کردم. ببینید زهرا tries to play in that famous movie. میگه زهرا سعی میکنه که بازی کنه یا نقش ایفا کنه، سعی میکنه که نقش ایفا کنه توی اون فیلم مشهور، توی اون فیلم معروف. خب اینو داشته باشید. من اگه بخوام بپرسم چه کسی تلاش میکنه که نقش ایفا کنه یا بازی کنه اون فیلم معروف، بعد از هو استفاده کنم دیگه. فاعل جمله کیه؟ زهرا. زهرا رو حذف کن به جاش هو رو بذار. who tries to
play in that famous movie? Who tries to play in that famous movie? Who tries to play in that famous movie? خیلی عالی. عیزا خزایی. هیچ اتفاق نیفتاده. یعنی اون tries اون اسم سوم شخص هم داره. بعد بچه ها این tries که میبینید شکل اصلیش اینها tryه. ببینید اینه که الان تایپ کردم. رفته تو سوم شخص مفرد. رفته تو حالت سوم شخص مفرد شده tries این چیزی که الان من نوشتم. خب پس این اسم سوم شخص مفردش هم باشه. هیچ اتفاق نمیفته. در صورت که برای کلمات فارسی دیگه این اسم شخص کلا با داز حذف میشد. مثلا همون جمله زهرا بذار جمله زهرا رو با یک کلمه فارسی دیگه سالی کنم. زهرا tries to play in that. اینجوری مثلا با what بخوام سوالیش کنم لازم دقت کنین یه کوچولو نیاز به فکر داره با بقیه شکن فهم کنم. با what بخوام سوالیش کنم خب اینجوری میشه what does زهرا try to do. What does زهرا try to do؟ به همین سادگی دقت کنید. What does زهرا try to do؟ میگه که زهرا سعی میکنه که چی کار بکنه. حالا این جمله کمی سطحش بالاست ولی حالا یه سری از بچه ها میتونن تکیفش کنن. What does زهرا try to do؟ زهرا سعی میکنه که چی کار کنه. خب توی این جمله ببینید داز اومده. به خاطر دازه اون tries اسم شخصش هست شده و try به سادگی نشسته. پس تنها کلمه پرسشی که میتونه تو جمله قرار بگیره اسم سوم شخص مفرد هم تو جمله باشه و تغییر نکنه همون کلمه پرسشی هو هستش. بقیه کلمات پرسشی تغییری توشون اتفاق نمیفته. یعنی در واقع به خاطر وجود هو و داز تو حال ساده. خب اینم از این کلمه پرسشی هو هم که حالت استثناء داشت. اینم گفتم جدولی پایین صفحه 69 هست اونو داشته باشید. بچه‌ها صفحه 70 یه سی آلسو داره در مورد فریکونسی ادورپس یا قیدهای تکرار. فریکونسی ادورپس رو بارها تا اینجا گفتیم. شاید دو بار شاید اقل مطمئنم که گفتم. فریکونسی ادورپس یا قیدهای تکرار گفتم که بیشتر کاربردش میشه به جای وات اجوای استفاده می‌کردیم. ببین میشه بابای هم سوالیش کرد. آره میشه بابای هم سوالیش کرد. حتی میشه با هاو هم سوالیش کرد. دیگه با چه کلمات پرسشی دیگه میشه سوالیش کرد؟ با هاو، با وات، با وای، با هو هم که ساختیمش، با همینا. آره میشه سوالی کرد. چرا که نه؟ هم با وای هم با هاو میشه سوالیش کرد. خب اوه بگیم چرا داره تلاش میکنه. میشه اینجوری گفت که چرا مثلا داره تلاش میکنه که توی اون فیلم بازی کنه. این میشه جوابش. آره خب فرکانسی ادورپس رو گفتم. قیدهای تکرار گفتم که بیشتر استفادهش توی زمان حال ساده است چون حال ساده ساختاری برای تکرار استفاده میشه. بعد تو صفحه 70 اومده فقط 5 تاشو گفته. always usually often sometimes و never. این 5 تا کلا 12 تا هستن که حالا 6 تا 7 تاش خیلی کاربرد دارن بقیه‌شون کاربردش خیلی کمتره. بله مثلا rarely, normally, occasionally, generally اینا هم هستن. خب قیدهای تکرار بچه‌ها شناخت و حفظ کردنش کار سختی نیست. چیزی که همه انجام میدن. اما اون چیزی که try to be a celebrity maybe She tries to be. اون سعی میکنه که باشه. خب ولی اون چیزی که استاد already هم هست. نه already جزء قیدهای تکرار نیست. already جزء قیدهای تکرار نیست. خب ولی اون چیزی که مهمه اینه که قید تکرار کجا میاد. یعنی شما باید مکان اومده این جمله رو بلد باشید و الا حفظ کردن تو کار سخت نیست. بچه ها قیدهای تکرار بعد از فعل to be و قبل از فعل اصلی میاد. این جمله منو حفظ کنید. قیدهای تکرار بعد از فعل to be و قبل از فعل اصلی میاد. مثلا وقتی میخوای بگی من همیشه خوشحالم I am always
happy. نه اینکه I always am happy. I am always happy. میخوای بگی من همیشه چه میدونم میرم به مدرسه در ساعت 7، نمیگی I go always to school. I always go to school. یعنی تو جمله قبلی که I am happy بود، am فعل to be بود، خیلی تکرار من بعد از فعل to be اومد. I am always بعد از am اومده. تو جمله بعدی که فعل go فعل اصلی داشت، خیلی تکرار من قبل از فعل اصلی اومده بود. I always go to school. I always go to school. پس محل اومدن قیدهای تکرار به این شکل است و این محل مهمه. محل اومدن قیدهای تکرار خیلی خیلی مهمه. خب اینم تا اینجا کار. وقت تمامه، من یه حضوری ها داشته باشم. امروزون آب بکن نیستش عوضاد احمدی زاده نیستش مهانتا احمدی نیا صبحان اسفندیاری علی پاکده علی پاکده مرسی آقا شما بسیم آبشید علیرضا تشنده بله میتونی پری آن تشنده میتونی پری علیرضا جعفر ابراهیمی علیرضا جعفر ابراهیمی مارزا چوبانی خیلی ابوفضل حسینپور خیلی علیرضا خزایی که بوده امیر خلیفه مرسی آقا Thank you YouTube امیر خلیفه خب مهرمی زمانی نیستش عباس عباس داره مرسی آقا عباس عباس داره علی اکرم خلیص داره ممنونم مهدی پاوه یا مهدی پاوه مهدی یا مهدی پاوه نیستش امیرزا کرمی امیرزا کرمی هم نیستش بس حجت کریمی اونم نیست دانیال کلاهی حجت کریمی هستش ها حجت کریمی هست دانیال کلاهی امیرزا مربی امیرزا مربی هستش ساکتی امیرزا مربی حالا که خوبه ها امیان مای بی نجات ایشون هم هستش استاد دو برسید بله خدا بشه ای محمد منفره هستش بنامین میرکی بنامین میرکی نیست خب بچه هایی که حاضرشون زدن میتونم برم بچه هایی که حاضرشون زدن میتونم برم خب علیرضا اسکندری از کلاس نهم دو علیرضا اسکندری علی برهانی‌فر علی برهانی‌فر هستش عجیب یاسین بناری روزایی که هیچ کس نیست علی برهانی‌فر هستش یاسین بناری رضا بهادری نیست ابوالفضل پاکیان شما خسته نباشید رضا به حالی هم که نبودش مدی پیراسته بودیش خب
رضا سنایی. رضا سنایی. رضا سنایی فخیل نیست اسم تو میبینم. خوابی محمدی حیدری. محمدی حیدری نیستش. علیرضا خدری. علیرضا خدری. تنکی علیرضا. دروسین راشدی. اول فضل رحیمی. ای محمد شروع. حسین غلکار. موبیل فاطمی را. تاها قاسمی. تاها قاسمی. مرسی ها. ممنون ها. یاسر قنبری. شارف قنبری. شارف قنبری. رضا کمالی زاده. محمدی پنسا. بله آقا شارف قنبری آدهی تو زاده. رضا کمالی زاده. محمدی پنسا. لگرسه نمیشه کنی. خیلی روز خوبی داشتید بچه فعلا.